US of کارزار جرم ای از همجنسگرایی در ایالات متحده در راستای راهبرد امنیتی ماست کارزاری است برای جایگاه و شعنیت انسان ها. مسئله ای که هم شخص رئیس جمهوری آمریکا و هم من رو آزار میده من بارها از رئیس جمهور ترامپ شنیدم که درباره این مسئله صحبت میکنه اینکه 69 کشور در جهان دگرباش باش بودن رو جرم میدونند این جرم انگاری برخلاف شن انسانیه یعنی اینکه 69 کشور شهروندانشون رو به دلیل همجنسگرا بودن زندانی کنند. چرا که همجنسگرایی رو جرم میدونند در بین این 69 کشور 10 کشور همجنسگرایان رو محکوم به مرگ میکنند و میکشند این در قانون اساسی اونهاست اطلاع دارم که برخی میگن این کشورها لزوماً چنین قانونی رو اجرا نمی و شرایط بهتر از این هاست. اما واقعیت اینه که در این ده کشور همجنسگرا کشی یک قانونه. این برخلاف ارزش های حقوق بشری ماست و برخلاف شعن انسان هاست. بنابراین ما این کارزار رو به راه انداختیم تا این 69 کشور قانونشون رو تغییر بدن و دیگه هم در این کشورها به دلیل هویت جنسی و جنسیتیشون مجازات نشن یا مجرم شناخته نشن. In these 69 countries. آقای گرنل دمیان این 69 کشور دوستان آمریکا هم هستند مثل عربستان مثل کویت مثل امارات در آفریقا مثل کنیا با اونها چی کار میکنید؟ من این موضوع رو با همه شریکامون مطرح کرده و میکنم مهم نیست که این کشورها در کجای جهان هستند من همواره در دیدارهام با مقامات این کشورهای این موضوع رو مطرح میکنم این بخشی از هدف ماست که دیپلمات‌های آمریکایی رو در سراسر جهان تشویق کنیم که به طور مداوم این موضوع رو با مقامات کشورهای دیگه مطرح کنند. نه به عنوان یک موضوع هاشیه ای، نه به عنوان آخرین موضوع در مذاکرات بلکه به عنوان یکی از اولویت های ما. اینجا باید بگم که این کارزار در حال حاضر روی جرم زدایی از همجنسگرایی و زندگی دیگر باشان متمرکزه بنابراین ما در این کارزار به دنبال تغییر قوانین درباره موضوعاتی مثل حق ازدواج برای دو همجنس یا برگزاری رژه افتخار نیستیم اونها هم مسائل مهمی هستند که دیگران روش کار میکنند اما در حال حاضر برای دولت آمریکا و نمایندگان ما اولویت اینه که به جرم انگاری زندگی دیگر باشان پایان داده بشه این گام اوله بخشی از راهبرد امنیتی کشور ماست که بر مبنای شن و جایگاه انسان هاست. در گفتگویی اشاره کردید که آمریکا ممکنه همکاری اطلاعاتیش رو با این کشورها کاهش بده. بگذارید من در این زمینه روشن صحبت کنم به عنوان سرپرست اداری اطلاعات ملی آمریکا نهاد ناظر بر 16 سازمان اطلاعاتی ایالات متحده ما تلاش میکنیم که کارزار تازه ای رو در این نهادها شروع کنیم مأموران و تحلیلگران بسیاری در این نهادها کار می کنند. ما در جامعه اطلاعاتی تلاش می کنیم که شیوه هایی رو پیدا کنیم که به این راه برده امنیتی ای آمریکا یعنی جرم زدایی از همجنسگرایی کمک کنیم. مرتب می پرسیم که ما در سازمان امنیتی چطور می به این کارزار کمک کنیم. آمریکا روابط اطلاعاتی گسترده با کشورهای جهان داره و به اونها در جمعآوری اطلاعات کمک میکنه من این سوال رو مرتب مطرح میکنم که چطور میشه از این ابزار استفاده کرد در کارگروهی که به تازگی راه اندازی کردم از همکارانم هم خواستم تا ایده ها و شیوه هایی رو در این زمینه مطرح کنند نسخه اولیه این ایده ها در چند روز آینده حاضر خواهد شد ما این ایده ها رو با همه سازمان های اطلاعاتی آمریکا در میان میگذاریم تا شیوه کارآمدی رو در ارتباط با کشورهای دیگه خواب کنیم کشورهایی که دیگر باشان باید مخفیانه و در سایه خطر دستگیر شدن زندگی کنند با خودم فکر کردم وقتی هم نوعان من در این کشورها در عذاب هستند ما باید در غرب خیلی بیشتر کار کنیم باید پارو از برگزاری مراسم و یادبودهای شیک در لندن و نیویورک و لس آنجلس فراتر بگذاریم من خوشبخت بودم که در کالیفرنیا و آمریکا بزرگ شدم و زندگی کردم من از طریق شبکه های اجتماعی از دیگر باشان زیادی از سراسر جهان پیام میگیرم که میگن نمیتونن اون طور که میخوان زندگی کنند نمیتونن اون طور که میخوان بیرون برند و معاشرت کنند به خاطر اینکه میترسن دستگیرشن این همون نکته که دولت ما بر اون تاکید داره که چرا 69 کشور در جهان با انسانها چنین میکنند آقای گرنل موزی آمریکا در برابر کشورهای مانند ایران که دگر باشان درش با خطر محاکمه حتی مرگ رو هستند بسیار روشن هزاران نفر از این دگر باشان به ترکیه گریختن و به عنوان پناهجو این روزها زندگی میکنن پناهجوی سازمان ملل متحد در ترکیه بسیاریشون آرزوی سفر و زندگی در آمریکا رو دارن اما به دلیل قوانین ممنونیت سفری که وضع شده چند سال پیش این امکان براشون وجود نداره Yeah, so. سیاستی که ما در پیش گرفتیم در راستای محافظت از آمریکا و مردم آمریکاست کسی منکر این نیست که رژیم اسلامی ایران آمریکایی ها نظامیان کشور ما و کشورهای دوست آمریکا رو در منطقه و جهان هدف قرار میده ما باید از منافع خودمون محافظت کنیم و تصور میکنم که این سیاست درستیه اما در این حال منکر این نیستم که در این بین ممکنه سیاست ما افرادی مانند فعالان دگرباش که قصد اصلاح امور در کشورشون ایران رو دارند و از اونجا فرار کردن رو هم تحت تاثیر قرار بده من با این فعالان در تماسم و از اونها پیام دریافت میکنم که از ما مرتب میخوان درباره شیوه برخورد رژیم ایران با دیگر باشان صحبت کنیم اینجا میخوام یک بار دیگه بگم که کارزار دولت آمریکا برای جرم زدایی از همجنسگرایی فقط مختص ایران نیست 68 کشور دیگه هم هستند من به طور مرتب مصاحب دیگر باشان در این کشورها رو در ملاقاتم با مقامات این کشورها مطرح میکنم Whenever I speak آقای گرنل شما یکی از بلند پایه ترین سیاست مداران جهان بلند پایه ترین مقام اطلاعاتی آمریکا هستید که آشکارا هم جنسگر است. شغلی که تا همین چند سال پیش برای یکدیگر باش غیر قابل تصور بود. راه آسونی رو تصور نمی کنم که طی کرده باشید. من باید بگم که از این بابت خوشبخت بودم که آمریکایی هستم. باید بگم که در آمریکا این مسیر آسون تر طی شده. البته مطمئنم بعضی ها ممکنه که با این حرفم مخالف باشن اما منظور من در مقایسه با سایر نقاط جهانه. خوشبختم که در آمریکا بزرگ شدم. خوشبختم که در کودکی و نوجوانی و جوانی به عنوان یک دگر باش تونستم در جامعه آزاد رشد کنم. تونستم جوانیم رو در کنگره آمریکا سپری کنم و در عالم سیاست گام بردارم و حالا سرپرست اداره اطلاعات ملی یا آمریکا باشم. ببین علی من هرگز فراموش نمی کنم که در زمانی نه چندان دور نهادها و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا شاید اصلا به همجنسگرایان اجازه نمیدادند که در آنها کار کنند اصلا به اونها اعتماد نمی کردند و همین باعث می شد که امکان کار کردن در این نهادها رو نداشته باشند اما امروز اصلی ترین نهاد اطلاعاتی آمریکا داره توسط یک مرد به طور آشکار همجنسگرا هدایت میشه باید بگم که من این موفقیت رو مدیون دیگر باشان دیگری هستم که پیش از من این راه رو هموار کردند. اونها با کوشش هاشون گذاشتن تا روی شونه اونها بالا بریم و رشد کنیم. من هرگز از خود گذشتگی اونها رو از یاد نمیبرم و امیدوارم روزی خودم که به گذشته نگاه میکنم شاهد این باشم که راه رو برای نسل بعد آسون تر کردم و افرادی از جامعه دیگر باشان بر شونه من ایستادند تا بالا برند.